سلام و درود بینندگان گرامی از دا تیوی. امروز جمعه 27 می است. در استودیو با شما هستم عزیزی سعید. در برنامه خبری امروز چنین موضوع را داریم، اینک توجه کنید. در نشست مکالمه امنیت منطقه چی گفته شد؟ آیا در درگیری های خاروق بحث مذهب و پای طالبان در میان است؟ سامان ایر پروازها به شهرهای قزان و نوسیبیرسک را از سر می گیرد. صبح 27 می سال جاری در شهر دوشنبه دوره چهارم نشست مکالمه امنیت منطقه‌ای درباره افغانستان با حضور دبیران شورای امنیت کشورهای همسایه و منطقه برگزار شد. نشست امروز با حضور کاتبان شوراهای امنیتی و مشاوران امنیتی ملی کشورهای روسیه، چین، ایران، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، ترکمنستان، هندوستان و پاکستان بدون حضور نمایندگان طالبان برگزار گشت. در نشست مسئله ضرورت بهبود بخشیدن روابط نقلیاتی در سراسر منطقه و رشد نظام معارف برای برقراری اقتصادی و اجتماعی افغانستان همچون عامل های اساسی امنیت اقتصادی منطقه و افغانستان دانسته شد. در آخر نشست از جانب اشتراکداران اظهارات مشترک قبول گردید که در آن غیر قابل قبول بودن استفاده قلمرو افغانستان از جانب سازمان های بین المللی تروریستی برای پناهگاه، آموزش، ترخریزی یا مبلغ گذاری همه گونه عمل تروریستی علیه کشورهای همسایه و منطقه تاکید شده است. یادآور میشویم که دوره سوم نشست مکالمه امنیت منطقه‌ای درباره افغانستان ماه نوامبر سال 2021 در پایتخت هندوستان دایر شده بود. در آن نشست نیز نمایندگان طالبان شرکت نداشتند و همچنین تاکیدهای بر ضرورت امنیت منطقه، امنیت نقلیاتی، رساندن کمک‌های بشردوستانه به افغانستان تاکیدها شده بود. از ماه آوگوست سال 2021 طالبان قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، ولی تا کنون هیچ کشور حکومتی آنها را به طور رسمی اعتراف نکرده است. بعضی از فعالان جامعه مدنی و شبکه‌های اجتماعی تاجیکی بر این نظرند که سبب اصلی درگیری‌ها در بدخشان بحث مذهبی است که طالبان هم در آن دست دارند. رستم جانی ژورنالیستی تاجیک و یکی از فعالان شبکه اجتماعی فیسبوک می‌نویسد که حکومت تاجیکستان در همدستی با طالبان به خاطر دیگر بودن اعتقاد مذهبی پامیری‌ها دست به محو هویت آنها زدند. اما به قول او برخی از بیان این واقعیت خودداری می‌کنند. به نظر این ژورنالیست تاجیک بحث مذهبی پامیری ها از دیر باز طالبان را ناراحت میکند. او در مطلب خود هشدار میدهد که در بدخشان حوادث خونین در پیش است، زیرا به قول مؤلف طالبان فرقیت مذهبی را نمیپسندند و از این سبب در بدخشان به ترور بدخشانی ها مشغولند. این خواسته طالبان را حکومت تاجیکستان خوب میدانند و در حل مسئله پامیری ها خوب استفاده میبرد. بعدن آرمان حکومت تاجیک نیز تشکیل یک دولت بدون دیگر هاست و آفرنده مذهب یگانه در آن حکومت با همین چهره استبدادی اش است. اما برخی دیگر بر این نظرند که در این درگیری های خونین بدخشان بحث مذهبی در میان نیست، زیرا اگر چنین می بود در دوشنبه جماعت خانه و یا مرکز دینی اسماعیلیان قامت نمی فروخت. این گروه مشکل اساسی را در وجود راهبران مردمی و نفوذ آنها در بین مردم می‌بینند که در بدخشان این چیز بیشتر دیده می‌شود و به قول آنها امام علی رحمان از چنین راهبران سخت می‌ترسد. شرکت سامان ایر از برقرار شدن پروازهای دائمی در خط سیرهای دوشنبه قزان دوشنبه و خوجند نوسیبیرسک خوجند خبر داد. از یاپلوس در استیناد به دفتر مطبوعات شرکت سامان ایر خبر می‌دهد که از 9 ایون سال جاری پروازها در هر دو مسیر هفته یک مرتبه روزهای پنجشنبه صورت می‌گیرند. وقتی پرواز از دوشنبه به قزان ساعت 17:40 و از قزان به دوشنبه ساعت 21:00 به وقت محلی معین شده است. پرواز از خوجند به نوسیبیرسک ساعت 20:30 و شب جمعه ساعت 3:00 به سمت مقابل صورت خواهد گرفت. پروازها در هواپیماهای بوئینگ 737، 800 و 900 انجام داده می شوند. گفته می شود مسافرانی که به روسیه پرواز می کنند با استثنای شهروندان روسیه باید با خود شهادتنامه با نتیجه سنجش منفی کووید 19 که نه دیرتر از 48 ساعت پیش از وارد شدن به روسیه داده شده است داشته باشند. اینجا برنامه خبری امروز به پایان می رسد. خبر و گزارش های بیشتر را می توانید در سامانه ما از دن نقطه تیوی پیگیری کنید. خیر تا برنامه های دیگر. خدا نگهدار.